هرم بزرگ مصر یا یک ماشین انرژی غول‌پیکر. قرن هاست که اهرام مصر توجه انسان‌های کنجکاو و باستانشناسان رو به خودشون مشغول کرده. هر بار مطرح شدن یه ادعای جدید در مورد اهرام مصر باعث میشه که کل تصورات ما در مورد این بناهای باستانی به هم بخوره. همه ما تا حالا فکر میکردیم که اهرام مصر مقبره فرعون‌هایی هستن که معتقد بودن دنیای بعد از مرگ وجود داره و باید یک مکان مناسب برای زندگی در این دنیا داشته باشن. اما حالا باستانشناسا با کشف چیزای جدیدی به این نتیجه رسیدن که هرم بزرگ جیزه اصلاً یه آرامگاه نیست و برای هدف دیگه‌ای ساخته شده. همراهان تکسون تیوی سلام. اینکه هرم جیزه برای چه کاری ساخته شده و چرا 20 سال انرژی و نیروی انسانی مصر باستان به ساخت اون اختصاص داده شده موضوع جذابیه که ما توی این ویدیو میخواییم به اون بپردازیم، پس ما رو تنها نذارید. اما قبل از شروع ویدیو ازتون میخواییم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. باستانشناسان بر این باورن که هرم بزرگ جیزه به سفارش فرعون خوفو در یک دوره 10 تا 20 ساله ساخته شده و کار ساخت اون در سال 2560 قبل از میلاد مسیح به پایان رسیده. تا کنون باستانشناسان تصور می‌کردند که هرم جیزه یک مقبر است، اما اکنون با توجه به شواهد مختلف معتقدند که این هرم نه یک مقبره بلکه یک ماشین انرژی غول‌پیکره. اونها برای ادعای خودشون دلایلی آوردن که در ادامه این ویدیو بیشتر به اونها میپردازیم. مصالح بکار رفته در ساختار هرم جیزه از خواص الکتریکی خاصی برخوردارن. به عنوان مثال سنگهای گرانیت بکار رفته شده در راهروهای هرم جیزه آغشته به رادیواکتیو هستند. به همین دلیل این سنگ ها میتونن هوا رو الکتریسیته کنن. چرا باید جایی که قرار بود مقبره باشه با چنین سنگ هایی ساخته بشه؟ یکی دیگه از عواملی که شک باستانشناسان و محققان رو برانگیخته زمین شناسی مکانیه که هرم جیزه در اون قرار گرفته، به این خاطر که در زمین زیر هرم نیروهای الکتریکی طبیعی که به جریانهای تلوریک معروف هستند جریان دارن. الگوی فعل و انفعال این جریانها بسیار پیچیده است. به نظر شما آیا قرارگیری هرم جیزه در چنین مکانی تصادفیه یا ماجرا چیز دیگه ایه؟ هیچ نشونه ای از روشن کردن آتیش در داخل هرم جیزه وجود نداره. فراموش نکنیم که اهرام مصر هزاران سال پیش ساخته شدن، یعنی زمانی که هیچ وسیله روشنایی غیر از آتیش وجود نداشته. با این وجود حتی یه لکه دود هم روی دیوارهای داخل و راهروهای این هرم دیده نمیشه. این نشون میده که در اون زمان داخل این هرم با استفاده از نیروی روشن شده که ما تصور میکنیم شاید نیروی الکتریسیته طبیعی باشه. از طرف دیگه هیچ مدرکی دال بر مقبره بودن هرم جیزه وجود نداره. معمولا مقبره های فراعنه مصر علاوه بر تابوت و مومیایی مملو از اشیاء گرانبها، مجسمه ها و تندیس هایی هستند که تقدیم به خدایان شدن، اما هیچ کدام از اونها در داخل هرم جیزه وجود ندارن و این نشون میده که برخلاف تصور باستانشناسان فرعون خوفو هرم جیزه رو برای مقبره خودش نساخته. جالبتر این که جدیدترین تحقیقات علمی صورت گرفته توسط یک تیم تحقیقاتی آلمانی و روسی اثبات کرده که هرم بزرگ جیزه انرژی الکترومغناطیسی رو متمرکز میکنه. تمام این نشانه ها روی هم رفته نشون میدن که هرم بزرگ جیزه به احتمال زیاد یک ماشین غول‌پیکر تولید انرژی الکترومغناطیسی بوده و تنها با هدف تامین انرژی ساخته شده.
اینکه چطور انسان‌ها هزاران سال پیش به چنین دانشی رسیدن و تونستن چنین بهای باشکوهی رو تنها با هدف تولید انرژی بسازن، رازیه که شاید هیچ وقت نتونیم اون رو کشف کنیم. بگذاریم از این که نحوه ساخت اهرام مصر هنوز هم یک راز بزرگه که به احتمال زیاد هیچگاه کشف نخواهد شد. حالا شما به ما بگین چرا بارا رفتن از اهرام مصر ممنوعه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودید.